نوید محمدزاده رو که خاطرت هست رفتیم. اگه یاد باشه با هم فیلمش رو رفتیم دیدیم. رفتیم فیلم من عصبانی نیستم. من نداره. عصبانی نیستم. منم هم همینو میگم. من عصبانی نیستم. دیگه فکر نکنید من عصبانی ام خدای نکرد. نه. من عصبانی نیستم. فیلم عصبانی نیستم با بازی نوید محمدزاده و باران کوثری اگه اشتباه نکنم که بازی بسیار خوبی رو داشت نوید محمدزاده، یکی از بازیگرای خیلی خوب کشورمون هست و آینده دار. ایشون برای فیلم ناهید تشریف بردن جشنواره کن. بله. و فرانسه. ایشون یک عکسی رو از خودشون توی اینستاگرام منتشر کردن، همینجوری واسه این که با طرفداراشون تقسیم بکنن اون لحظه رو. عکس رو محبت کنید ببینید شما. بله دیدم اتفاقا این عکس رو. من نمیدونم آخه این چه شلواریه. بله. این هاکل بره فیلم پوشیدنشون واقعا. تو که بدتر از باقی دوستانی عزیزم. من الان خودم رو جای مردم گذاشتم، چون اگه من و شما با هم حرفمون یکی باشه فایده ای نداره. آره میخوای باشه برو سر جات، نمیخوام تو پرتون کلا نمیخوای کار. من به جای شما با سینا دارم حرفای شما رو دارم. به نظر حضرت عالی لباس پوشیدن یک نفر چه ربطی به مثلا تو داره؟ خب آخه ببین این تو الان آدم مثلا لباس حالا آستینا تو مثلا این رخشو رو زدی بالا اون آخه انقدر ماشاءالله مطالب سنگینه من اومدم راحت از پس جوراب چرا نپوشیدی تو؟ ای بابا بند شلوار چه شلوار در پاد میفته؟ من برم همون پشت والا این کمر تو شلوارم از پاد میفته یعنی واقعا نگه خوبه نوی جان من واقعا عرض میخوام ازت از شما هم تیم من عرض خواهی خدمت رو عرض بکنم دوستان بعد از اینکه نوید این عکس رو گذاشته بیشتر از 900 کامنت براش گذاشتن و 90% کامنت ها توهین، بی احترامی و حرفایی هست که واقعا خجالت آور خوندنش. من یه تعدادیش رو بهش اشاره میکنم که قابل خوندنه، اونایی که قابل خوندن نیست رو مسلما نمیتونم در برنامه اشاره کنم بهش. اشاره کردم به اینکه لباست مناسب نیست، این چه طرز لباس پوشیدنه، مگه میخواستی آب حوض بکشی، انگار نمیدونم فلانی، دیگه نمیدونم از جاستین بیبر انتظار داشته باشیم ولی از تو نباید داشته باشیم، دیگه نمیدونم جاستین بیبر چه. حالا خدمتتون عرض بکنم یکی دیگه از دوستان گفته که واقعا باعث خجالت مایی، دیگه نمیدونم حیثیت ما رو بردی، فرهنگ ما رو بردی زیر سوال، دیگه خدمتتون عرض بکنم آبروی هرچه ایرانیه توی کل دنیا بردی و کلی مطالب دیگه. یه سری هم که کارشناس طراحی لباس و لباس پوشیدن بودن اشاره فرمودن که شما اگه فرق لباس رسمی و غیر رسمی رو نمیدونی ما بهت اینجا گوشزد میکنیم. مثلا گفتن که آقای کوهستانی فرمودن ببین استاد شنیدن یعنی شنیدی پوشش آزاد، ولی آیا فرق بین مراسم رسمی و معمولی رو هم میدونی؟ درسته اینجا مراسم فرش قرمز فیلم شما نبوده، ولی جشنواره یه جای رسمیه. ببین پوشش آزاده ولی هر جای لباسی لازم داره، یعنی کارشناس هستن دیگه به هر حال ایشون. بعد دیگه خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه اشاره کرده بوده که شما آبروی ما رو بردین و نمیدونم سواحل تایلند نرفتی و خیلی چیزای دیگه، خیلی صحبت‌های شیرین. من دیدم یه کامنتی البته جواب مردم رو داده بود ولی بعد پاکش کرده بود. البته یادم نیست چی نوشته بود دقیقاً. اگه پاکش نبی. کرده بود شما یعنی تا گذاشت من خوندم بعد پاکش کرد. شما بیماری کامنت پاک کرده ملت رو می‌خوای بخونی؟ من چون یکی از طرفدارای پرپاقرص نوید هستم بلافاصله تا اون کامنتو گذاشت. خب بذاری بگیم من بگم کامنتو راجع به این گذاشته بودن که این لباس در واقع رسمی من نبوده، لباس توریستیم بوده، داشتم تو شهر قدم میزدم، رسیدم دم محل برگزاری جشنواره، یه عکسم دم پوسترش گرفتم گذاشتم برای دوستان، میدونم دم فرش قرمز که رسیدم چی بپوشم و از توهین ها و بی احترامی ها و حرفایی که به من و خانوادم زدین ممنونم. این کامنتی بود که گذاشته بود واقعا باعث ناراحتیه، ولی خب بعدش پاک کرده بود دیگه. خب یه دم گفته بودن بیاین به هنرمند کشورمون احترام بذاریم و ایشون هم گفته بودن ظاهرا اعلام کرده بودن لباس خوابشون رو در کم باید به نمایش بذارن که ایشون اینو پوشیدن. بعد دیگه یکی دیگه اومده به هر حال انقدر هنرنمایی کردن دوستان. واقعا خدمتتون عرض بکنم من یه سوالی رو من اینجا میخوام مطرح کنم. من نمیدونم چرا آبروی ما یا آبروی فرهنگ ما به لباس یه نفر بستگی داره، یعنی چرا لباس یه نفر باعث از بین رفتن آبروی ما یا فرهنگ ما میشه؟ یعنی این هنرمندای کشورهای دیگه یا کشورهای دیگه فرهنگ و آبرو ندارن یا لباس هنرمنداشون بندش وصل نیست به در واقع آبروش؟ چون یعنی مثلا کش کانوا دیدین که مثلا یه نخش در میاد وصله به چیز میکشن در میاد یا رو لخ میشه،
این وضعیتیه که الان ما درگیرش هستیم. گلشیفته لخ میشه، آبروی فرهنگ ما به باد فنا میره. شلوار یکی کوتاه، آبرومون تا نصفه رفته. اگه شلوار نمیدونم سروب باشه، سروبش رفته. دیگه وضعیت خیلی عجیب و نابسامانیه.